سلام عرض میکنم خدمت آقای عباس مظاهری و آقای منوچهر تقوی به یاد. آقای عباس مظاهری از زندانیان سابق رژیم پهلوی دوم و تبعیدی سیاسی در استبداد اسلامی و از اعضای حزب جمهوری خواه و سوسیال دموکرات و لائیک ایران می باشند. آقای تقوی بیاد نایب رئیس حزب جمهوری خواه و سوسیال دموکرات و لائیک ایران و از اعضای مؤسس این حزب می باشند. حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران خواهان یک ایران آزاد پارلمانتاریست، جدایی دین از حکومت و عدالت اجتماعی، صلح در منطقه خاورمیانه و برابری زن و مرد، کاهش تبعیض‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و و و می باشد. من از این دوتا دوست عزیز که دوتاش هم از زندانیان سیاسی، هم آقای تقوی بیاد و هم آقای مظاهری از زندانیان سیاسی زمان پهلوی دوم می باشند و از مبارزین آزادی می باشند، به خاطر هم نظریات این دوستان و هموندان و هم به عنوان شاهد عینی چه مسائلی باعث شده که در این 15-20 سال اخیر ضمن تلاش های بزرگی که نیاکان ما کردن از جریان مشروطیت، جنبش ملی به سال 57، ولی ما هنوز موفق به اون خواسته هایی که سران مشروطیت برای ایران داشتن، فرهنگ رنسانسی، توسعه دموکراسی، پارلمانتاریسم و یه حکومت عرفی اون زمان میگفتن، ولی متاسفانه ما موفق نشدیم. حتی سال 57 به علت اجرا نکردن قانون اساسی مشروطیت حتی یه اشکالیات هم داشت، ولی به هر صورت پهلوی اول و دوم قانون اساسی مشروطیت اجرا نکردن، به خروجی شد. فرزند شیخ فضل‌الله نوری، آقای خمینی سال 57 قدرت سیاسی رو دست گرفت در این 42 سال و این عزیزان و هموندان ما هم این بار خوشبختانه به زندان گرفتار نشدن، ولی تبعید شدن از روز اول. ولی قبل از دستور روز یک سوال دارم، به خاطر مسائل روز در اروپا و جنگ روسیه با حمله جنگ روسیه به کشور مستقل اوکراین. نظر و تجربیات این دوتا دوست عزیز، جویاشم قبل از شروع برنامه مو و سوالم از آقای تقوی بیاد و همین سوالم از آقای مظاهری دارم. شما چگونه میبینید این جنگی که دیروز عملا شروع شده و نیروهای نظامی روسیه الان تا فرودگاه کیف پایتخت اوکراین رسیدن، تا همین نیم ساعت قبل تلویزیون فرانسه نشون میداد؟ بفرمایید آیه تقریبا. با درود به شما، درود به همیهنان گرامی و بینندگان تلویزیون رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان. ببینید، مسئله روسیه یه مسئله قابل تعمقی است. یعنی همین جوری یه روسیه ساده نیست. حالا چرا از نظر من قابل تعمقه؟ علتش این است که پوتین که امروز حاکم مطلق روسیه شده، این یه مأمور کاگبه بوده از سیستم قبلی شوروی و این مأمور کاگبه در جنگ سرد شکست خورده. یعنی مطلب جالب اینه که این یک
سردار شکست خورده است در اون جنگی که بین غرب و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود و اسمش جنگ سرد بود. حالا این سرداری که شکست خورده که البته به اسارت نگرفتن، دستبند بهش نزدن، زندانش نکردن، ولی بردنش سر حکومت روسیه گذاشتنش. این آدم منتخب ملت روس نیست، اینو همه مردم دنیا میدونه. این یه آدم دست نشانده است که در صحنه سیاسی بین المللی پرچه گفتش که استاد ازل گفت بگو میگویم، هرچی بهش دیکته کنن میکن. حالا این مهمه که تحلیلگرای سیاسی برگردن به جنگ سرد، به توازن قوای جنگ سرد و جستجو کنند علت این رو که چرا پوتین در روسیه همه کاره شده، مادام العمر صاحب قدرته، هر کی هم تو روسیه نفس بکشه میکشنش. این دیگه روشنه، اینو من نمیگم که، اینو همه مطبوعات و رسانه های جهان میگن. بنابراین این جنگی که ایجاد شده به همین سادگی از نظر من نیست. این خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر از اون چیزیست که خبرگزاری ها دارن گزارش میکنن. من در این زمینه بیشتر از این نمیگم. من این جنگ رو محکوم میکنم، من طرفدار جنگ نیستم. جنگ به نفع سرمایه داران اسلحه فروش و صاحبان قدرت در جهانه و اون چی که در جنگ از بین میره مردمان معمولی مثل من شما هستند. بنابراین هر کسی که طرفدار جنگ باشه، عنوان آدم معمولی طرفدار جنگ باشه، به نظر من بیخرده، یعنی نمیفهمه چرا طرفدار جنگه. برای اینکه جنگ فقط صدمه میزنه به مردمان بیگناه و جیب پولدارا رو پر میکنه. من بیش از این توضیح نمیدم. خیلی ممنون آیه تقوی بیاد و برمیگردیم. نظریات شما جویا بشیم آقای عباس مزایدی در این مورد، بفرمایید. با درود به شما و بینندگان تلویزیون رنگین کمان و با آرزوهای خیلی خوب برای کامروزی شما در راهی که در پیش دارید. به گمان من یلسین، آن مشروب خور معروف، رفت از قدرت خودش کنار کشید ولی پوتین خودش جا گذاشت و پوتین یلسین در واقع در این سالهای گذشته تا اونی که توانسته نخست مردم بیدفاع روسیه رو قلقم کرده، هر مخالفی رو به زندان کشیده، توطئه چینی کرده و کسایی که اندکی به آزادی میاندیشیدن اینها رو به هر بهانه‌ای بوده دستگیر کرده، زندانی کرده و زندان‌های درازمدت برشون بریده. پوتین یک تبهکاره، یک جنایتکاره و پوتین میخواد به مردم روسیه یک پیروزی نشون بده، میخواد بگه که من روسیه رو بزرگ کردم. حالا این جنگ رو آغاز کرده به این اندیشه که شاید بتونه اوکراین رو هم به روسیه بیفزاید و اوکراین رو از میان برداره، چون بارها در گفتارش گفته رو اوکراین مثلا کشوری نبود، اوکراین رو کمونیست‌ها اوکراین کردند
و اوکراین بخش از روسیه بوده. به این ترتیب من هیچ دور نمیدونم نمیبینم که تا خود پایتخت کیف هم بره و این دولت مردان اوکراین ناگزیر بشن فرار کنن برن به غرب اوکراین و از اونجا بیان به کشورهای غربی و یلسین و پوتین کشور اوکراین رو بگیره و به روسیه ملحق کنه، یعنی اوکراین هم بشه بخشی از روسیه. این توطئه‌ای که پوتین پیش گرفته و میخواد یک پیروزی به دست بیاره، به چنگ بیاره که به مردم روسیه نشون بده و مردم روسیه رو باز هم بیشتر به زیر یوغ خودش بکشه و به خفقان در روسیه دامن بزنه و مردم بیدفاع اوکراین اینک قربانی این تبهکار شدن. این یک جنگ کثیفیه که روسیه، یعنی روسیه نه پوتین، به راه انداخته برای به چنگ آوردن اوکراین، برای که اوکراین میتونه بگیره و به روسیه بیفزاید. این توطئه‌ایه که پوتین در نگاه خودش داره و میخواد به اونجا برسه. من برای مردم اوکراین بسیار بسیار اندوهگین هستم، نگران هستم. مردم بیگناه کشته میشن اونجا، آواره میشن، فراری میشن. صدها هزار انسان در اوکراین احتمالاً فرار میکنن به سوی غرب، لهستان، آلمان و کشورهای دیگه. و چه مادرهایی که کشته میشن، چه پدرهایی که کشته میشن و چه بچههایی که یتیم میمونن و چه کودکانی که کشته میشن یا ناقص العضو میشن تو این جنگ. این جنگ جنایتکارانه ایه که پوتین به راه انداخته. من نمیدونم چیز دیگه ای نمیتونم بگم دیگه. همین این در واقع خواست پوتینه و این نگاه منه به این جنگ جنایتکارانه پوتین بر ضد مردم اوکراین. همین. خیلی ممنون آقای مظاهری. آقای تقوی بیاد، به عنوان یک کسی که قبل از 1357 و در این 42 سال تجربه تحصیلی هم دارید در اروپا، البته قبل از 57 هم داشتید، ولی به عنوان کسی که عضو جبهه ملی ایران در نوجوانی و مثال دانشگاهی و غیره، ولی شما اگه بخواین چه عواملی باعث شد که در سال 57 خمینی قدرت سیاسی را قبض می کند در ایران؟ و سوال بعدی من از خود شما اینه، در این 42 سال چه عواملی از نظر شما باعث شده که نتوانسته این اون نیروهای مترقی ملی، مصدقی، جمهوری خواه، جدای دین از حکومت، اون اشتراکاتمون بتونیم یک حداقل یک ساختار بدیم تا از این طریق نقش احزاب در دموکراسی‌های غربی هم که آشنا هستیم بتونیم به اون اهداف نیاکانمون یا جنبش مشروطیت و جنبش ملی ادامه بدیم و بتونیم این شاید این بار اون اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. بفرمایید، برای 10 دقیقه وقت بدید. من قبل از اینکه وارد این بحثی که شما مطرح کردید بشم، می یه چیزی باید بگم، اون اینه که این آقای مظاهری یکی از تبعیدی هایی است که جان سالم به در برده. یعنی من کاملا خبر دارم که لاجوردی، اون جلاد بزرگ که از هم مسلک‌های قدیمی آقای مظاهری بوده، گفته بوده که من میخوام آقای مظاهری رو خودم، به دست خودم بکشم. یعنی آرزو داشته که آقای مظاهری رو شخص خودش بکشه. ببینید چه خونخوار کثیفی بوده. این رو برای
آگاهی شما و شنوندگان میگم، برای اینکه موقعی که این خبر رو باد صبا به گوش آقای مظاهری رسون، آقای مظاهری با تیزهوشی و سرعت ایران رو ترک کرد تا آرزو این لاجوردی آرزو رو به گور ببره که به گور بود. حالا برمیگردیم سر سوال شما. ببینید مردم ما یه مردم دیندار شیعه بودند. حالا این چرا دیندار شیعه شدن؟ این داستانش برمیگرده به تاریخ و ما بایستی مسئله رو در تاریخ رسیدگی کنیم که در اینجا فرصت رو نداره. ولی من خیلی مختصر میگم که شیعه تا قبل از حکومت صفویه یک جریان رهایی خواه و ضد عرب بوده، میخواسته ایران رو از یوغ عرب ها بیرون بکشه. برای همین آمده آل علی رو بهانه قرار داده در برابر سنی ها و یک انشعابی در اسلام به وجود آورده به اسم شیعه، یه تجدید نظری کرده، در یه رفرمی کرده در قوانین اسلامی و تا صفویه. از اون موقع که در زمان صفویه این دین رسمی و به کمک بیگانگان تبدیل به یک دین رسمی سراسری در ایران میشه، حالا من باز شما رو برمیگردونم به زمان صفویه و جنگ بین پرتغالی ها و انگلیسی ها و حمایتی که انگلیسی ها از شاه عباس کرد و بندر عباس، بندر گمرون رو تبدیل کردن به بندر عباس و این داستان در تاریخ هست و من باز نمیخوام به تاریخ بپردازم، فقط اینا رو اشاره میکنم. حالا اون چی که سبب شد این بود که خمینی و طرفداراش و ارباباش و زیر دستاش حقه زدن به ملت ما و دروغ گفتن به ملت ما. شما اگر سخنرانی ها و حرف های خمینی رو در پاریس ببینید دوباره امروز، ببینید این شارلاتان، این آدم دروغگوی کثیف چه چیزهایی در پاریس گفته و خلاف اون رو در ایران عمل کرده. و موقعی که ازش پرسیدن ها تو در پاریس این حرفا رو زدی، حالا چرا این کارا رو میکنی؟ گفت خدعه کردم. خدعه اصطلاحی است قرآنی، در قرآن آمده که خدا بهترین خدعه کنندگان است. مدلش مدل خدا بوده، به از بهترین تو خدعه کنندگان. خدعه یعنی کلک زدن، حقه زدن، نارو زدن، نامردی کردن، خلاف وعده کردن، پیمان شکنی کردن. این کار خمینی با ملت ایران کرده. در آغاز باز در ایران حرفهایی زده که مورد پسند مردم واقع شده، کم کم جا سفت کرده و بعد از اون رفراندوم تبزده قلابی فروردین 58 این دیگه سوار کار شده و شروع کرده به تاختن و تاخت و تاز، اقوام رو زیر فشار قرار دادن و مردم رو در نقاط مختلف کشور کشتن و در ایران، در تهران و در شهرهای بزرگم به این جنایات ادامه دادن و این جنایات به طور سیستماتیک همچنان ادامه داره. حالا
باز برمیگردن به آخوندها و شیعه ها و این مسئله رو به شما یادآوری میکنم که تا قبل از اینکه آخوندها در ایران به قدرت برسند، یک سهم امامی از هند در موقوفه‌ای به نام موقوفه عود به آخوندهای گنده فرستاده میشد از هند و میگفتن که یه زنی وقف کرده و این پولا رو اون زن برای آخوندهای ایرانی میفرستاده. حالا توجه شما رو باز جلب میکنم به این که هند مدت طولانی در ید استعمار انگلیس بوده و این موضوع موقوفه عود به اون داستان استعمارگران انگلیسی هم مربوطه. حالا این مسائلی که من خدمتتون میگم اینا در تاریخ هست. شما حتی امروز هر بچه میتونه روی این گوگل بزنه به فارسی موقوفه عود، بره بخونه ببینه که موقوفه عود چی بود. خیلی سال است. بنابراین این حق بازی مذهبی، البته من در برابر آقای مظاهری که از نظر اطلاعات اسلامی به واقع خیلی از من اطلاعاتشون بیشتره، کم میارم بخوام بیشتر از اینها بگم. بنابراین بقیهش رو برای تکمیل من واگذار میکنم با آقای مظاهری که ایشون در مسائل اسلامی از من خیلی سرن و خیلی بیشتر میدونه. برای اینکه این موهایی که سفید میبینید ایشون دارن، اینا رو تو قرآن سفید کردن، یعنی مقدار زیادی وقت و عمرشون به اجبار صرف خوندن، اجبار میگم ها، برای اینکه در زندان تنها کتابی که به ایشون میدادن، حالا خودش میگه داستانش رو، من بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگم. خیلی ممنون آقای تقوی بیاده. آقای مظاهری، شما که شکنجه های طولانی ساواک را تجربه کردید و همونطوری که آقای تقوی بیاده هم میفرمایند شانس آوردی که به چنگ لاجوردی دچار نشدی این بار دوم، خوشحالم، آرزوی سلامتی و عمری دراز دارم برادر. شما چگونه میبینید این مسئله را؟ برای مدت 10 دقیقه چگونه میبینید چه عواملی باعث شد که ما موفق نشدیم و چه عواملی وجود داره که حتی این 42 سال با آدمی با تجربه، زندانی های سابق مثل خود شما آقای تقویبیات و آقای قاسمی و دیگران، اونایی که زنده در رفتن از دست داده تا استبداد، یکی نظامی شاهی و یکی اسلامی خمینی، که ما نتونیسیم اون ساختار مورد نظرمون رو تشکیل بدیم. بفرمایید، مدت 10 دقیقه. با درود دوباره به بینندگان عزیز رنگی کمان، سپاسگزارم از مهربانی شما. من یک نکته خیلی خیلی کوچیکی خدمت شما بگم از گفته های شما. نمیدونم شما چی میگین 42 سال، اینک بیش از 43 سال از چیرگی رژیم تبهکار اسلامی بر میهن ما گذشته، بیش از 43 سال، یعنی 12 بهمن گذشت، 22 بهمن، الان در واقع ما توی اسفان ما هستیم. بله کاملا 43 ساله. بله. یک دکتر، یکی دیگه در مورد این که چگونه شد که من تونستم جان سالم به در ببرم. من از دادگاه باید بگم، یکی از همپرونده های من به نام عباس دوستانی که انسان بسیار وابسته ای بود، زن داشت و خیلی خیلی از این که در دادگاه اول 3 سال محکوم شده بود روحیه‌شو باخته بود، من در دادگاه دوم
رفتم و تمام اظهارات اون، چون اون گفتش که به من، منو گول زدن، به من گفتن جلسه قرآن من نمیدونستم حزب اونها. من تمام دروغهای اون رو رفتم در دادگاه و تایید کردم، گفتم بله درست میگه ایشون. من به ایشون فقط گفتم یه جلسه قرآنه، بیا با هم که قرآن بخونیم. و دادگاه دوم این روزوری 3 سال شد 6 ماه و 6 ماه هم تا اون موقع کشته و از زنان آزاد شد. در نتیجه این عباس روزوری خودش رو خیلی خیلی به من مدیون میدونستش. این روزوری در واقع بعدن شد وزیر اطلاعات رژیم و وزارت اطلاعات اصلا منحل کرد. به هر حال این آدم یک بار یکی از دوستان من رو دیده بود، بعضی از دوستای ما بودن که میرفتن با اینا تماس میگرفتن و گفتگو میکردن باشون. بهش گفت بود که من عباس مزاری رو در تجریش دیدم در فلان روز که درست بود روزش و فلان ساعت با موتور میرفت اونجا، من میتونستم بگیرمش و همونجا بکشمش، ولی من نگرفتمش و نکشتمش و اومدم فقط به تو دارم میگم که این عباس مظاهری باید مواظب خودش باشه، برای اینکه 3 تا تیم برای دستگیریش مجهز کردن که این رو زنده دستگیر کنن، چون لاجوردی گفته من میخوام این رو زنده دستگیر کنم، میخوام خودم بکشمش، میخوام زنده دستگیرش کنم و زیر شکنجه زجرکشش کنم. و این رو عباس مظاهری میگه به یکی از دوستان ما به نام صادق عباسی که حالا معروف نیست، میگه به اون که اون بیاد به من بگه که من هر زودتر باید ایران ترک کنم، چون اینا در پی من هستن و 3 تا تیم گشتن فقط برای دستگیری من. من اینو که شنیدم کوله بارم رو برداشتم و راهی سفر شدم، فرار کردم. دیدم که درست میگه تمام چیزی که گفته، روز و ساعتی هم که گفته درست بود، من اونجا دیده و میتونست منو بگیره بکشه، چون مسلح بود دیگه. بعد من همسرمو با مادرم همراه کردم، با خودم بردمشون تا سلماس که داستانش خیلی طولانیه، در کتابم اومده مفصل. نمیدونم شما کتاب منو گرفتین بالاخره دستتون رسید نوشته من شکوفای درخت انار، اگه اونو بخونین در پایان کتاب این داستان رو من خیلی مفصل اونجا نوشتم که چگونه شد که من فرار کردم. و این نکته فقط اینجا اضافه آوردم، اونجا این نکته اونجا آوردم در کتاب، اینجا فقط آوردم که بینندگان این رو بشنون که چی شد که من تونستم فرار کنم. و من به این ترتیب از ایران فرار کردم، اومدم وان و یه مدتی وان بودم، بعد اومدم استانبول و 6 ماه استانبول بودم، بعدم دوستان کمک کردن اومدم اروپا، اومدم آلمان و از تیغ لاجوردی قصر در رفتم. به هر حال فرار کردم. به هر حال این عظیم. اما در مورد انقلاب ما که چرا ما شکست خوردیم، به گمان من خودکامگی های شاه و تبهکاری های شاه در این بود که نمیذاشت مردم ها کتاب بخونن. شاه حق دانستن را از مردم ها دزدیده بود. شاه نذاشت مردم ها آگاه بشن. اگر یک کسی کتاب میخوند، من خودم تو زندان بارها از انسان‌های زیادی دیده بودم که فقط به خاطر خوندن یک کتاب اومده بودن 2 سال 3 سال، بعضیشون حتی 10 سال حبس گرفته بودن، زندان گرفته بودن. شاه هر کسی که کتاب میخوند سوابق میگرفتش، میورد شکنجه میکرد و میومد پای دادگاه به چند سال زندان میدنش. این رو من خیلیشون تو زندان دیدم، خودم گواهش بودم. بعد به این ترتیب میتونم بگم که شاه در واقع حق دانستن رو از مردمان دزدید و مردمان نتونستن آگاه بشن، چون وقتی کسی ملتی نتونه کتاب بخونه از کجا باید آگاهی کسب کنه؟ جای دیگه نیستش، کتاب نخونه دیگه چی میشه؟ بی سواد سیاسی. و مردمان این بودن، وقتی مردمان میدونستن که چی نمیخوان، مردمان میدونستن که شاه نمیخوان، ولی نمیدونستن که چی میخوان. یک و ثانیاً مردمان نمیدونستن خمینی چی هست، چون هیچ چیزی نبود که مردم خونده باشن بفهمن که خمینی چی کار است، چی هست. و ما در اون زمان 2 کتاب منتشر کردیم،
یکی بود که اون بود به نام کابوس فاشیسم، کابوس یا واقعیت. این کتاب رو ما منتشر کردیم و توش نوشتیم که فاشیسم کابوس نیست، واقعیته، واقعیتی که تو کشور ما داره خزنده داره جلو میادش. بعد کتاب دوم ما که منتشر کردیم، کتاب ما دوم ما اسمش بود ولایت فقیه. ما با این کتاب ولایت فقیه خمینی رو افشا کرده بودیم و تمام چیزی که تو کتاب ولایت خمینی اومده بودش اینا رو همه رو نوشته بودیم که خمینی چی گفته و افشا کرده بودیم. ولی دردمندان این کتابا شاید 1000 تا 2000 تا بیشتر فروش نرفت. کسی علاقمند نبود بیرون کتاب رو بخونه، چون مردم عادت نکردن به کتاب خوندن. مردم کتاب که میخوندن ساواک میگرفت، حبسشون میکرد. یعنی مردم ها ناگاه بودن. در نتیجه خمینی انقلاب از دست ما دزدید، انقلاب ما به سرقت رفت و ما شکست خوردیم در انقلاب. این انقلاب شکست خورده بود، ما نتونستیم انقلاب رو به اون پیروزی که شایستش بود برسونیم، برای اینکه مردم ها ناگاه بودن و مردم ها حق کتاب خوندن نداشتن و حق دانستن رو شاه ازشون دزدیده بود. مردم ها آگاهی نداشتن و مردم ها فریب خمینی رو خوردن، مردم ها فریب خوردن و خمینی بر ما چیره شد. و اینک 43 سالی که این رژیم بر پایه همین ناگاهی داره میتازه، میکشه، کشدار میکنه و به پیش میره. من نمیدونم دیگه، امیدوارم همه پاسخ رو داده باشم. هنوز وقت دارید آیه مزاندی؟ نمیدونم دیگه از کجا بگم. رژیم اسلامی، رژیم اسلامی، اگه نکاتی به نظرتون میرسه بگین که من رو اون نکات تکیه کنم. رژیم اسلامی ایران، بله بفرمایید. میخوام بگم بعد از انقلاب چه عواملی باعث میشه با این همه آدم با تجربه، آدمایی که شاهد قبل از 1357 بودن و خواستشو تا حدی روشن بود یا بعد متوجه شده بودن، همین الان هم در مورد کتاب ولایت فقیه و رژیم ولایت فقیه صحبت کردی، یا یه عده‌ای به خاطر زنده ماندن از دست رژیم جمهوری اسلامی به خارج تبعید میشن یا خود تبعیدی پیش میگیرن، اینه که چه عواملی باعث شده که حتی اون ایرانیایی که در قاره اروپا یا آمریکا هستن توانایی اون جمع شدن، نمیگم همه، من شعار همه با هم قبول ندارم، اوناییش که طرفدار دموکراسی، توسعه، عدالت اجتماعی، جمهوری، یه سری کاهش تبعیض، منشور جهانی حقوق بشر، اون چیزای به قول معروف دنبال همون فرهنگ رنسانسی و بروز کردن، با این همه تجربیات حالا اون وقت زندان و خفقان داخل قبول دارم، ولی اونایی که خارج از کشورن چرا ما توانایی حداقل یک ساختار نداریم؟ بفرمایید. ببینید به گمان من، من مثلا برای نمونه خودمو بگم، من از زندان که آزاد شدم 2 هفته در خونه خودمون انگار زندانی بودم، چون هزاران نفر بر دیدن من می اومدن. یعنی از ساعت 7 صبح تا ساعت 11 شب خونه ما پر بود، اصلا جای جنبیدن نبود. من تو این اینا که می اومدن، خب انتظار داشتن من سخن بگم، بگم خمینی چه نمیاد، خمینی کجاست، کیه، چیه. خلاصه دلشون می خواست از خمینی بدونن که من مثلا فکر می کنم که من خمینی رو خیلی خوب می شستم، چون اون سالایی که من با خمینی بودم و اعلامیه خمینی رو پخش می کردم و این صحبت ها گذشته بود و اینا می دونستن تمام چیزای گذشته منو و میخواستن از من راجع به خمینی بشنوند. من با لطایف الحیل، با یه شیوهی که خیلی تو ذوق نخوره، خمینی رو تلاش میکردم که افشا کنم. یعنی میگفتم که شما زیاد فشار نیارین رو اینکه خمینی برگرده. به گمان من همون بهتره که خمینی همون پاریس بمونه، چون اگه برگرده ممکن اینجا بکشنش، بعد مردم بی‌رهبر بشن. به گمان من بهتره که خمینی همونجا بمونه و تلاش میکردم که بگم بعد که خمینی خلاصه آگاهی فقهی داره خوب اینا، ولی آگاهی سیاسی نداره، خمینی چیزی نمیدونه. یعنی تلاش میکنم که خمینی رو افشا کنم و بگم که این سوادی نداره و در پی گفتار و سخنان خمینی نباشید شما. بعد این به اینجای رسیدش که این کسایی که میومدن دیدن من، رفتن پسر من گفتن که بابا این عباس که
با شاه مخالف بود، حالا با خمینی هم مخالف هستن، این با خمینی هم مخالف و با شاه هم مخالف بود، حالا با همه مخالف این هستن. بعد این به گوش من رسید که پشت سر من اینطوری گفتن. تو نشست‌های بعدی که میومدن دیدن من گفتم درست گفتن کسایی که این حرف گفتن، من با خمینی مخالفم، برای اینکه من با فرد مخالفم، من مخالفم که یک نفر اون بالا بشینه و دستور بده و بقیه دنبالش برن. من هوادار شورا هستم، معتقدم که مردم بایستی با پدید آوردن شوراها رژیم شورایی برقرار کنند، شورای محلات، شورای مدرسه ها، شورای دبیرستان، شورای دانشگاه، شورای این اداره، شورای اون اداره، و این شوراها نماینده های انتخاب کنند بیاد توی اون رئیس کل این شوراها، و اونجا کشور به این ترتیب شورایی اداره بشه. یک فرد نباید بر مملکت حکومت کنه. این بیچارگیه، این زبونی ما رو نشون میده که یک فرد همه کاره ما باشه، یعنی اون بالا خمینی بشینه بگه و ما پیرو بشیم و دمبلش بیفتیم. این درست نیست. من بران هستم که یک رژیم وجود بریم که رژیم مردمی باشه. رژیم مردمی یعنی رژیم شورایی، و شوراها تشکیل بشن در همه محلات و همه اداره ها و همه مدارس و دانشکده ها و اینها، و اینها بایستی کشور را اداره کنند، نه یک فرد که از اون بالا بیاد دستو بده. بگذاریم از این که این فرد اصلا هیچ گونه آگاهی سیاسی هم نداره، آگاهی فقهی داره، رفته فقه و اصول و اینها رو خونده، ولی از مسئول سیاسی چیزی سرش نمیشه، از اداره مملکت چیزی نمیفهمه، این از اقتصاد نمیفهمه. بعد این تلاش های من بود برای اینکه خمینی رو افشا کنم و بگم اینطوریه، ولی دردمندانه کسی به این سخنان ما گوش نمیداد. و اون کتابی هم که ما نوشتیم منتشر کردیم شاید 1000 نسخه 2000 نسخه فروش رفت، زیاد فروش رفت، انتظار بود که مثلا 10000 100000 از این کتاب فروش بره، ولی نشد، اینطوری نشد. در نتیجه مردم ما در آگاهی مطلق موندن و در این ناآگاهی که داشتن فریب خمینی رو خوردن، و خمینی گام به گام جلو اومد و بر مردم چیره شد و مردم ما زیر یوغ خمینی قرار گرفتن، و همچنان این جریان ادامه پیدا کرد تا امروز. این درد بزرگیه که ما داشتیم، و این درد رو ما در واقع از شاه داریم، ما هرچه داریم از شاه داریم. به قول اون مثال معروف میگن این همه آوازها از شاه بود، هرچی داریم از شاه. شاه با دزدیدن حق دانستن از مردم نگذاشت که مردم ما آگاهی پیدا کنن. مردم ها آگاهی پیدا نکردن. در زمان شاه ما نتونستیم یه آلترناتیو ایجاد بکنیم، یه حزبی درست بکنیم. جبهه ملی ممنوع بود، احزاب ممنوع بودن، ولی تنها آلترناتیوی که تو کشور وجود داشت آلترناتیو ملاها بود. ملاها همه جا سازمانای خودشون داشتن، مسجدها، حوزه ها، همه جا بودن اینا، و اینا تونستن این خلأ رو از بین ببرن، خلأ رو اینا تونستن پر کنن، و با ناگهانی که مردم داشتن، مردم در پی خمینی روان شدن، و ما هم هیچ شانسی نداشتیم برای اینکه مردم آگاه کنیم. من نمیدونم دیگه چی بگم. خیلی ممنون. درد بزرگیه. خیلی ممنون آقای مزاحلی. آقای تقوی بیاد، با صحبت‌های آقای مزاحلی و صحبت‌های خود شما راه برون رفت چیست؟ چه باید کرد؟ تجربه شما چه میتونه امروز شرایط ایران، خاورمیانه و این مسائلی که وجود داره، ما چطوری میتونیم از این بحران خارج بشیم و به اون اهدافی که از مشروطیت تا به امروز میخواییم برسیم نزدیک بشیم؟ بفرمایید، وقتم کم دارید، حدود 8 دقیقه وقت داریم، بفرمایید و جمع‌بندی هم بکنید. آقای تقریبا ببینید، اون چی که آقای مزاحلی گفتن در مورد دخالت شاه در امور سیاسی کاملا درسته. شاه مطابق قانون مشروطیت حق نداشت که در امور کشور، در امور اجرایی کشور دخالت کنه. متاسفانه در طول پادشاهی رضا شاه و پسرش اونقدر این دوتا شاه در امور کشور دخالت کردن
که برای مردم، برای عوام شاه معنی صاحب مملکت میداد، در حالی که صاحب مملکت مردم هستند. آقای دکتر مصدق در گفته هاشون همیشه میگفت مردم ولی نعمت من هست. ولی نعمت یعنی مثل خدا میمونه، یعنی کسی که نعمت رو به من داده. یعنی علارغم این که دکتر مصدق منتخب مردم بود و مردم اون رو تعیین کرده بودن، او سپاسگزاریش رو به مردم اعلام میکرد و میگفت که مردم ولی نعمت من هستند. شاه بدون این که اجازه داشته باشه در امور مردم و در امور حکومت دخالت میکرد و جوری در دنیا و در کشور ما جا افتاده، حتی برای استادای دانشگاه تحصیل کرده ها، که شاه رو بدون این که بگن که این حق نداشته دخالت کنه میگن تقصیر شاه بوده. آره تقصیر شاه بوده، ولی این تقصیر به این صورته که اون حق دخالت در امور اجرای مملکت رو نداشته. یعنی بگیم مثل یه آدم متجاوز از حقوق مردم سوء استفاده کرده و حقوق مردم رو ندیده گرفته. این امر بسیار مهمیه که ما بایستی بهش توجه کنیم. باز برمیگردم به فرمایشات آقای مظاهری که میگه مردم ما به دلیل این فشارهایی که حکومت نظامی شاه بر مردم تحمیل میکرد در ناآگاهی موندن. کاملا درسته، مردم ما اجازه ایجاد حزب نداشتن، ایجاد تبادل، امکان تبادل نظر با هم نداشتن، خردورزی همگانی در ایران انجام نمیشد. حتی تحصیل کرده های ما و درس خونده های ما به دلیل خوندن 4 تا دونه کتاب فکر میکردن که دیگه همه چیز دنیا رو میدونن و حاضر نیستن حرف کسی رو گوش کنن. یعنی یه نوع خودخواهی انتلکتوئل، روشنفکری در بین روشنفکرهای ما به وجود آمده بود بدون این که بفهمن که راه نجات ما ایجاد حزب. کاری که آقای مظاهری سعی کرده بکنه، کاری که من سعی کردم بکنم و موفق نشدیم. خب به دلیل این موفق نشدیم که امکانات تبلیغی و عملی ما برای تماس با ملتمون محدود بوده، نمیذاشتن. همونجور که گفتن کتاب هم چاپ میکردیم میخواستیم بفروشیم، نمیخریدن و نمیذاشتن این کتاب ها به فروش بره، جلوشو میگرفتن، توطئه میکردن. ببینید شما راجع به چاره کار میپرسید که چاره چی؟ چاره کار خردورزی همگانی. چاره کار این است که ما سعی کنیم که بفهمیم اینی که از حزب گریزانیم یه چیزی است که به ما تحمیل شده. یعنی اینکه ما اونقدر از حزب پرهیزمون دادن، دورمون کردن، که حتی میگم آدمای خیلی تحصیل کرده، استاد دانشگاه، حتی شما تو پاریس میشناسید آدمایی که استاد دانشگاه جامعه شناسی درس میدن، ولی از حزب و ایجاد سازمان و سازماندهی و همکاری با دیگران گریزانن. خب این آدم ها به چه درد میخورن؟ چارپایی بر اون کتابی چند. یعنی ما راهمون اینه که به هر وسیله شده، به هر شکلی که شده، حزب ایجاد کنیم. من یه خاطره مختصری رو میگم که وقتمونم تموم شده. اون اینه که ما در جوانی 15-16 سالم که بود، دو با بچه های محله در سرسویل در غرب تهران حزب درست کرده بودیم. یکی از همکلاسی های ما یه روز از مدرسه یه همکلاسیشو با خودش آورد،
و این آدم آمد، همسن ما بود، یه سال شاید من بزرگتر بود، آمد به ما توصیه کرد که اینجوری که شما دور هم چند سوی ده پونزه تایی دارید حزب درست میکنید، پلیس میاد شما رو میگیره، خودتون و پدر مادرتون رو به درد سر میندازه. اینطوری نمیشه. شما چهار تا پنج تا با همدیگه جلسه بکنید، اینطور دور هم نشینید، پراکنده جلسه بکنید، اونها رو به هم پیوند بدید، با اون طرز کار حزبتون رو ببرید جلو. میدونید این کی بود؟ این مسعود کلانتری، دایی بیژن جزنی بود که در زندان در سال 54 با جزنی و 7 نفر دیگر، یعنی 9 نفر قبل از اینکه خمینی رو بیارن اعدام کردن. یعنی این آقای مسعود کلانتری که دایی بیژن جزنی بود در سال 1336 آمد به ما شیوه ایجاد حزبی رو داد که از ضربه پلیس امان بمونه. و ما هرچه کردیم تا به امروز هنوز به دلیل فشار سیاسی داخلی و خارجی موفق به ایجاد دموکراسی نشدیم، چون کشتار و زندان همیشه بهترین فرزندان ما رو از ما جدا کرده. ببینید مثالش همین 9 نفری هستن که در سال 50 بیژن جزنی، ظلم‌آور، چوپانزاده، افشار، ظریفی، ضیا ظریفی، بله، اینا رو کشتن. نه اونا رو کشتن، خیلی های دیگر رو کشتن. موقعی که این همه از روشنفکرهای ما کشتن، ما یا کشتن یا فراری دادن. خب این جامعه فقیر میشه، این جامعه نمیتونه خودش اداره کنه. علاوه این که پلیس سیاسی هم اجازه هیچ نوع تماس و تبادل نظر رو به مردم نمیده، فقط آخوندا و احمقا حق دارن رساله بدن، اون رساله ها رو به مقدار زیاد و مجانی در اختیار دیگران میذارن تا اونا رو هم احمق کنن. ببخشید من بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم. خیلی سپاسگزارم آقای تقوی بیاد و آقای عباس مزاری از شرکت شما در این برنامه برای ارتقاء سیاسی فرهنگی جوانان نسل امروز ایرانیان. تا برنامه دیگر، بدرود.